کی ما میتونیم یه ساز جدید رو در کنار ساز اصلیمون شروع کنیم؟ این سوال خیلی هاست که مکررن از من پرسیده میشه. امروز قراره موشکافانه این سوال رو پاسخ بدم. حتما در ادامه همراه ما باشید. سلام، امیدوارم حالتون درجه یک خوب باشه. من محمد حسین یعقوبی ام و امروز قراره به این سوالی که بارها و بارها پرسیدین پاسخ بدیم. اگر علاقه من به موسیقی هستین، لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که هر محتوایی تولید می‌کنیم به اطلاع شما عزیزان برسه و داخل کامنت‌ها برام بنویسید که علاقه به چه مدل محتوایی دارید تا ما بیشتر وقت بذاریم و براتون اون مدل محتواها رو آماده کنیم. اگر ویدیومون رو هم لایک کنید، باعث میشه که الگوریتم یوتیوب خانواده ما رو هر چه زود بزرگ و بزرگتر کنه. بریم سراغ این سوال اساسی. دسته اولی از هنرجوها هستن که میگن کی ما میتونیم یه ساز دیگر رو شروع کنیم. اونا علاقه‌ای به سازی که اول انتخاب کردن آنچنان ندارن. ببینی توی کودکان این امر یه چیز طبیعیه. چرا؟ چون زمانی که یه بچه وارد دنیای موسیقی میشه، چون قبلا شناخت کافی نداشته، میاد توی آموزشگاه میبینه که مثلا کلاس بغلی داره فلان صدا میاد و من چقدر اون ساز و اون صدا رو بیشتر از ساز خودم دوست دارم. این امر یه چیز کاملا طبیعیه. چرا؟ چون یه فرهنگی، حالا ما سعی کردیم تو آموزشگاه خودمون اجرایش کنیم، اما یه فرهنگی اصولا جا نیفتاده. یعنی هنرجو از قبل میاد میگه من آوردم بچم فلان ساز بره و این اصلا قشنگ نیست. چرا؟ چون اون اجبار به اصطلاح خانواده است و انتخاب خانواده است که اون بچه بره اون سازو یاد بگیره و خود بچه شاید علاقه آنچنانی نداشته باشه. یه مدت میاد، بعد از یه مدت از ساز زدنه منصرف میشه. حالا همین جریانی که من بهتون گفتم خیلی طبیعیه که واسه بزرگ سالا هم اتفاق بیفته، اما به یه نحوه دیگه ای. یه بزرگسال زمانی که میاد موسیقی رو شروع میکنه، به نظرش حالا یادگیری همه سازا به یک اندازه است، به یک میزان وقت میخواد و این طبیعتاً اشتباهه. مثلا میگم بعضی از سازا هستن مثل پیانو، دو نیم کره مغز رو درگیر میکنن و به مراتب سخت‌ترن نسبت به یه ساز کوبه‌ای. خب چه اتفاقی میفته؟ اون هنرجو میاد میبینه که من وقت آنچنانی ندارم که ساز و آموزش ببینم. از طرفی از فلان سازم خوشم میاد و از طرفی اون سازه وقت کمتری میگیره، پس من میرم اون ساز. ببینید در هر دو صورت به نظر من هر وقت جلوی ضرر رو بگیرین سوده. یعنی اینجوری نباشه که بگین آخه حیفه من چند ماه اومدم این سازو دارم یاد میگیرم، من یه سال اومدم این سازه تقریبا را دستم شده، حالا ولش کنم برم یه سازه دیگه. یا مثلا بچه من داره یه مدتی میاد این سازو یاد میگیره، الان ولش کنه بره یه سازه دیگه. به نظر من هیچ اشکالی نداره. یعنی میدونید زمانی که شما ببینید که خودتون یا بچه‌تون علاقه بیشتری نسبت به یه ساز دیگه ای داره و احتمال داره پشت کارش هم بیشتر بشه نسبت به اون ساز، خب چه ایرادی داره بذارین از همین الان اون ساز قبلیش آموزش نبینه و بره سراغ ساز جدیدش و قطعاً توش رشد میکنه. اصولاً آدم‌ها به چیزی که بیشتر علاقه دارن بیشتر براش وقت میذارن و این یه چیز ثابت شده است. اما بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم کیان؟ کسایی هن که واقعا سازی که الان شروع کردن خیلی دوستش دارن، خیلی هم اوکی هن، خیلی هم خوب دارن تمرین میکنن، توش پیشرفت میکنن، اما دوست دارن یه ساز دیگه هم در کنارش آموزش ببینن. حالا چه اتفاقی میفته؟ توی بچه ها ما اصولا میگیم نمیخوایم برخورده جوری باشه که اون بچه موظف باشه سه برابر، چهار برابر نسبت به قبل تمرین کنه تا دوتا ساز رو بتونه یاد بگیره. میگیم که آقا بذاریم بچه یه خورده از سن حالا خیلی پایین در بیاد،
اگر وقتشو داره، اگر علاقهشو داره، اگر فکر میکنین که میتونه بیشتر تمرین کنه، بعد از یه مدتی که دیگه تو اون ساز قبلیش روون شده باشه، یعنی راحت بتونه نوتا رو بخونه، راحت بتونه هر چیزی رو که میخونه رو اجرا کنه، اون وقت ایراد نداره بره یه ساز دیگه هم یاد بگیره. اما توی بزرگسالا یه اتفاقی که خیلی امکان داره بیفته به خاطر دغدغه بیشتر، حالا اون میتونه تایم شغلی بیشترش باشه یا هر چیز دیگه‌ای، نمیتونه تمرین کنه. طرف همزمان هم داره درس میخونه، هم داره میره سر کار، هم میخواد دو تا سازم یاد بگیره. در کنارش قطعا شاید مثلا کلاس زبانم بره یا کلاسای متفرقه دیگه هم بره. چه اتفاقی میفته اینجا؟ زمانی که نمیتونه دو تا ساز رو هندل کنه، کیفیت نوازندگیش تو دو تا ساز میاد پایین و این اتفاق به نظر من اصلا نباید بیفته. چرا که شما زمانی که ببینید مثلا میگم یه ساز دومی رو شروع کردید، ساز قبلیتون هم دارین ادامه میدین، اما میدونید که دیگه تو ساز قبلی مثل قبل رشد نمی کنید، مثل قبل نمیتونید تایم براش بذارید، اصلا دل زده میشید. شما حساب کنید هی میایید سر کلاس یه تمرین رو استاد میگیرید، میرید منزل تمرین میکنید و دوباره برمیگردید سر کلاس و مجبورید اون تمرین رو برای هفته آینده هم تکرار کنید. خب اینجوری بیشتر دل زده میشید، یعنی یهو میبینید که آقا من چه اشتباهی کردم، یه هزینه ای کردم، یه ساز دیگه هم تهیه کردم، الان نمیرسم، نمیتونم آموزش ببینم. اتفاقی که تو این قضیه امکان داره بیفته، یعنی افرادی که علاقه دارن به سازی که الان دارن یاد میگیرن و دوست دارن یه ساز دومو شروع کنن، اینه که من پیشنهاد میدم ببینید و بسنجید. مثلا میگم من اگر با 8 ساعت با 10 ساعت تمرین در هفته میتونم نتیجه مطلوبی ارائه بدم واسه اون ساز اولم، آیا میتونم اینو دو برابرش کنم؟ آیا من میتونم در هفته 20 ساعت تمرین کنم؟ بشینید اینا رو دقیق بررسی کنید، بعد بیاین یه هزینه بکنید واسه یه حالا تهیه ساز دوم، واسه یه آموزش دیدن یه ساز دوم. چون به هر حال شما میبینید که نمیتونید اون تایمر رو بذارید، مجبورید اون 10 ساعته رو نصف کنید، یعنی 5 ساعت این ساز رو تمرین کنید، 5 ساعت اون ساز رو. و خب توی افراد مختلف یادگیری متفاوته، امکان داره از جفتش بمونید. و خب چه کاریه، شما ساز تخصصیتون رو همون رو ادامه میدادید و به مراحل بالاتر میرفتید. و این جریانم میگم باز واسه زمانیه که شما بتونید حداقل تو ساز اولتون از آب و گل در اومده باشید، نوت‌خونیتون خوب باشه، نوازندگی و اجراتون خوب باشه، اون وقت میتونید. همون ابتدای ساکن کلن پیشنهاد نمی کنن. ببینید شما اگر در ابتدا بخواین همزمان دو تا ساز رو یاد بگیرین، نه تنها وقتتون رو میگیره، دومین مطلبی که اتفاق میفته زده میشین. یعنی چه جوری میشه؟ اینجوری میشه که شما همزمان باید دو تا تمرکز داشته باشین، هم رو ساز حالا اولتون، هم رو ساز دومتون. من خیلی ها رو دیدم و بارها بارها پیش اومده، طرف اومده میگه که من همزمان میخوام این دو تا ساز رو با هم یاد بگیرم. خب اصلا همچین چیزی نمیشه. شما یکیشو کامل کن، یکیشو تا یه جایی پیش ببر، بعد برو سراغ ساز دوم. در کل که امیدوارم هر تصمیمی که میگیرین قبلش بسنجین تا در ادامه یهو زده نشین و مجبور نشین که دوباره برگردین سر خونه اولتون. امیدوارم که هر سوالی که براتون پیش اومده بوده رو بتونم تونسته باشم پاسخ بدم. باز اگر سوال دیگه ای دارین داخل کامنت ها برام بنویسین، من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم همه سوالاتتون رو جواب بدم. اگرم دوست داشتین کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که ما رو توی یوتیوب دنبال کنید. ممنون میشم ازتون، ویدیو رو هم لایک کنید. و اگر دوستانتون که حالا در زمینه موسیقی هستن و فعالیت میکنن، کانال ما رو نشونشون بدین و بتونن هم از اون آموزش ها هم از این تولید محتواها استفاده کنن. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم بسیار بسیار زیاد.